امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. اکنون در نهمین سال حکمرانی پادشاه ویسلیس تارگریان یکم به سر می‌بریم. 172 سال پیش از مرگ شاه دیوان اریس و تولد دخترش شاه دخت دنریس تارگریان. در واپسین سالهای سده ابتدایی دودمان تارگرین، حال و روز پادشاه قدیمی جهاریس رو به وخامت گذاشت. در آن روزها دودمان تارگرین در اوج نفوذ و نیرومندی به سر برده و 10 اژدهای بالغ را زیر یوغ خود داشت. در مصاف آنان هیچ قدرتی در جهان را یارای مقاومت نبود. حکام ویسریس را برگزیدند. پدر من جهاریس با صدور دستور تشکیل شورای عالی مانع وقوع جنگ بر سر وراثت خیش شد، چرا که حقیقت تلخ را می دانست. تنها یک چیز می توانست خاندان اژدها را براندازد. قریب به 60 سال حکومت پادشاه جهاریس با صلح و رونق همراه بود، اما چرخ گردون هر دو پسر را از او ستانده و آینده حکومت در حالی از ابهام قرار داشت. از این رو در سال 101 به دستور پادشاه قدیمی شورای عالی تشکیل شد تا وارثی برای وی تعیین کنند. بیش از 1000 حاکم عازم هارنهال شدند. 14 تن برای جانشینی پیش قدم شدند، اما تنها 2 تن از آنها مورد بررسی قرار گرفت. شاه دخت رینیس تارگرین، ارشد اولاد پادشاه و عموزاده جوانتر وی شاهزاده ویسریس تارگرین، ارشد اولاد مذکر پادشاه. خود خاندان اژدها. خاندان اژدها به داستان اوجگیری و سقوط خاندان تارگرین میپردازد. اتفاقات این سریال قرار است 300 سال پیش از حوادث سریال اصلی رخ دهد و تمرکز آن روی شروع و پایان خاندان تارگرین، یکی از بزرگترین خاندانهای وستروس خواهد بود. در واقع قرار است شاهد نمایش داستان جنگهای اصلی از جمله رقص با اژدها که جنگ داخلی خاندان تارگرین بود و پیامدهای پس از آن باشیم. نمیذارم رنی را به این سالگی حاکم بشه. تیغ ها از نیام خواهند کشید. داستان این سریال سالها پیش از اتفاقات گیم آو ترونز رخ میدهد. داستانی درباره خاندان تارگرین که تنها خاندان اژدهایان زنده مانده هستند. آنها در دراگ استون ساکن میشوند و داستان خود را با افسانه خالق تخت آهنین آغاز میکنند. درباره نسل تارگرین که برای نگه داشتن اون صندلی نمادین جنگیدند تا پایان جنگ داخلی که تقریبا سلسله آنها را از هم پاشید. اتفاقاتی که به جنگ بزرگ خاندان تارگرین به نام رقص اژدها منتهی میشوند را دنبال میکنیم. این جنگ در واقع جنگ بین دو فرزند خاندان تارگرین، آگان دوم و رینیرا برای رسیدن به تخت سلطنت بعد از مرگ پدرشان ویسریس اول است. این جنگ باعث آشوب در وستروس شد و همه را در مقابل هم قرار داد. خاندانهایی مانند لنیستر و استارک نیز بین طرفین این جنگ ناچار به انتخاب بودند. به واسطه همین جنگ بود که بسیاری از اژدهایان خاندان تارگرین از بین رفتند و منقرض شدند، تا اینکه صدها سال بعد دنریس تارگرین 3 اژدهای جدید را به جهان معرفی کرد. در این سریال دوره‌ای از تاریخ را می‌بینیم که همه مردان از وقتی که به دنیا می‌آیند در حال آماده شدن برای جنگ هستند، اما غافل از اینکه هرگز جنگی رخ نداده است. گزینه یه سابسکرایب رو بزنین.
سریال مرد شنی، جدیدترین اثر اقتباسی از کمیک‌های دی‌سی به شمار می‌رود که توسط سرویس آنلاین نتفلیکس ساخته شده است. در این سریال، تام استاریج نقش اصلی داستان به نام سندمن یا مورفیوس را بازی می‌کند و در کنار او نیز چهره‌های آشنا و برجسته‌ای همچون گویندولین، کریستی، بویت، هالبروک، چارلز، دنس، جنا، کولمن و تعدادی دیگر نقش آفرینی می‌کنند. سریال سندمن پیرامون موجودی بسیار قدرتمند به نام دریم یا رویاست که علاوه بر سندمن یا مرد شنی به نام مورفیوس هم شناخته می شود. مورفیوس تجسمی زنده از رویاها است و عضوی از خانواده است که به نام اندلس یا بی انت ها شناخته می شوند. قدمات مورفیوس به همان اندازه خود هستی است در حقیقت. زمانی که اولین شکل زندگی توانسته رویا ببیند، مورفیوس شکل گرفته است. او قدرت‌هایش را از رویاها می‌گیرد و می‌تواند آنها را بر طبق خواسته‌های خود تغییر بدهد. سریال سندمن همچنین به معرفی عالمی به نام دریمینگ یا رویا پردازی می‌پردازد. این عالم محل خانه مورفیوس است و نقش رابطی به تمام رویاها را دارد. کتابدار مورفیوس به نام لوسین، پرنده مورفیوس به نام متیو، مرو پامپکینت و هابیل و قابیل که به ترتیب در خانه اسرار و خانه راز زندگی می کنند، از جمله کاراکترهایی هستند که در عالم رویا پردازی زندگی می کنند. اعضای دیگر این خانواده شامل مرگ، سرنوشت، نابودی، میل، ناامیدی و جنون است. آنها جاودانه هستند و قبل از هر گونه شکلی از زندگی وجود داشتند. آنها همچنین جزو قدرتمندترین موجودات دنیای دی‌سی محسوب می شوند. در سریال سندمن، مورفیوس، پادشاه رویاها و یکی از هفت بیپایان در یک مراسم غیبی اسیر می شود. پس از صدها سال اسارت او فرار می کند و برای بازگرداندن نظم به پادشاهی رویا پردازی خود می رود. Tell us what power of dreams can have.